سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما ما در این مقاله قصد داریم بپردازیم به یکی از فضاپیماهایی که دولت ژاپن به سمت یکی از سیارک‌هایی که در منظومه شمسی قرار داره پرتاب کرده. ما می‌خوایم در این مقاله بپردازیم به اینکه هدف از پرتاب این فضاپیما چی بوده و ما از تاریخ این فضاپیما چه اطلاعاتی رو میتونیم استخراج کنیم. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدا این رو بیان می‌کنه که این اولین باری هست که دانشمند ها دسترسی پیدا میکنن به خاک این سیارک. و اما اگر بخوایم یک سری توضیحات هم در مورد این سیارک بدیم، باید این رو بیان کنیم که این یکی از قدیمی ترین سیارک هایی هست که در منظومه شمسی وجود داره و میتونه حاوی سرنخ هایی باشه از نحوه شکل گیری منظومه شمسی و اینکه چگونه در منظومه شمسی آب به زمین منتقل شده یا اینکه بر روی زمین تشکیل شده. خب این فضاپیما حاوی کپسولی هست که وظیفه این فضاپیما این هست که این کپسول ها رو از نمونه هایی که از سطح و زیر سطح این سیارک استخراج میکنه پر کنه و بعد بتونه این نمونه ها رو به زمین برگردونه. خب دانشمندانی که این فضاپیما رو طراحی کردن امید دارن که این فضاپیما بتونه حداقل 100 میلی گرم از موادی که بر روی سطح این سیارک و زیر سطح این سیارک وجود داره رو بتونه به زمین برگردونه. و اما در نهایت هم این فضاپیما در 6 دسامبر سال 2020 تونسته در صحراهای استرالیا به زمین فرود بیاد. و اما اگر بخوایم یک سری توضیحات هم در مورد این سیارک بدیم، باید این رو بیان کنیم که این یکی از قدیمی ترین سیارک هایی هست که در منظومه شمسی ما اون رو داریم و این سیارک یک جورای غنی از کربن هست و ستاره شناس ها حدس میزنن که این سیارک حاوی برخی از اولین جامداتی هست که در منظومه شمسی ما تشکیل شده. پس به این سیارک یک جورای لقب کپسول زمانی تاریخ منظومه شمسی رو دادن. و اما در اینجای مقاله بعد به این نکته هم اشاره کنیم که این فضاپیما اولین مأموریتش نیست که قصد داره از سطح یک سیارک در منظومه شمسی نمونه برداری کنه. خب در اینجا بعد به این نکته اشاره کنیم که این فضاپیما در سالهای قبل تونسته بوده به یک سیاره که دیگه در منظومه شمسی دسترسی پیدا کنه، اما به دلیل اون مشکلات مهندسی که در طی این سفر به وجود اومده بوده باعث شده که این فضاپیما نتونه به اون هدفی که تعیین شده بوده دست پیدا کنه و فقط تونسته بوده 1500 دونه از اون مواد سیارک رو برداشت و استخراج کنه. و به دلیل همون مشکلات مهندسی که در قبل گفتیم، این بازه زمانی که دانشمندها تعیین کرده بودن واسه این سفر یک جورای طولانی تر شده بود. اما در نهایت این فضاپیما تونسته بود مقدار محدودی از مواد این سیارک رو استخراج کنه و به زمین برگردونه. اما در مأموریت دومی که ما در این مقاله اون رو پوشش دادیم، دیگه این مشکلات مهندسی یک جورای رفع شده بوده و حتی این فضاپیما سوخت کافی رو داره که بتونه از یک سیاره که دیگه هم بازدید کنه. و اما در انتهای مقاله بیایم به این نکته بپردازیم که چرا بررسی این سیارک ها اهمیت داره واسه دانشمندها. خب دانشمندها به دنبال پاسخ چند سوال هستند. اولین سوال این هست که چگونه چنین سیارک هایی میتونن تشکیل شده باشن. سوال دوم هم این هست که چگونه اجزای مختلف این سیارک ها در کنار یک دیگه منسجم قرار گرفتن و یا اینکه اگر این سیارک ها به زمین برخورد کنن در آینده چه عواقبی رو میتونه واسه ما به ارمغان بیاره. خب این اهمیت داره که ما این سیارک ها رو یک جورای بررسی کنیم. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید، میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.